ببین سرسبز و خوش رنگ و برومندم، ببین پربرگ و پرشاخ و تنومندم، اگرچه زخمی از کینه تبرداران، ولی کن ریشه در خاکم چنینم من شکوه مندم. سلام به اشرف و دلاوران ظلم ستیز مستقر در این دژ آزادی ستان. گیرم که باد هرزه شبگرد با های و هوی نعره مستانه در گذر باشد، با صبح روشن پرترانه چه می کنی؟ چه می کنی؟ قیام خونین 25 آبان ماه 98 در سراسر ایران که میزنید، گیرم که میبرید، گیرم که میکشید، با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟ به زودی به دست پرتوان ارتش آزادی و کانونهای شورشی و قیام آفرینان، ملت بزرگ ایران شاهد پیروزی رو در آغوش میکشه. 8 ماه تو اون انفرادی بودم، از اونجا منو بردن توی بند عمومی که من با بچه های گل مجاهدین از نزدیک دیگه باهاشون ارتباط برقرار کردم و دیگه خودتون میدونین که بر بادم که من تاریخم و یادم، چنان با درد این مردم عجینم من، که پنداری که فریادم، که فریادم، که فریادم. سلام میکنم به سردار بزرگ، شیر همیشه بیدار، میگیرم توی گوش دنیا میزنم هوا، منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم، منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم. دوستان عزیز، یاران مقاومت، خواهران و برادران عزیز، با سلام و با تشکر از حضورتون در این کنفرانس و با درود به روح و روان پرفتوح هنرمند گرانقدر میهنمون مرجان شورشی و با تعظیم در برابر عزم گران او در مقاومت برای آزادی. جلسه امروز جلسه یادبود این هنرمند عزیز، مرجان عزیز، هنرمند مردمی رو شروع میکنیم. در شرایطی که بیش از 50,000 نفر از مردم میهنمان به بهای چند روز حاکمیت بیشتر خامنه‌ای و روحانی در قتلگاه کرونا جان باختند، در شرایطی که خامنه‌ای در محاصره بحران‌های غیر قابل درمان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی دریدن حتی رئیس جمهور شیادش برای نجات از سرنگونی است، به قول برادر مسعود عزیز، مرجان آتش افروز چه سرفراز رفت و با پروازش آتش شورش علیه نظم اجتماعی حاکم را در دل ایرانیان در داخل و خارج از کشور، به ویژه زنان و جوانان و دختران، فروزانتر نمود. یک هفته بعد از پروازش، هرچند مرجان عزیز به طور فیزیکی در بین ما نیست، در کنار ما نیست، اما او لحظه لحظه در ماست و تنین صدای زیبای او در ترانه های انقلابیش در گوشمان تنین انداز است. اکنون روح بلند او در شهر به شهر و دیار به دیار در ایران زمین به پرواز در آمده است تا صدای زندانیان، صدای مظلومان و محرومان و صدای زنان و دختران ستم دیده و صدای مجاهدان شهر شرف
و صدای آرمان بزرگ آزادی رو به پیر و جوان برسونه. تنین صدای او در هر شهر و کوی و برزن حتی بعد از جاودانگیش چنان بلند بود که کفتار پیر ولایت و همه سپاهیانش را وحشت زده نمود تا با چاپ یک نشریه جعلی مانعی در برابر امواج صدای آزادگی و انسانیتش در حمایت از مجاهدین باشد. به دخترش کوپک عزیز، به آقای ژورک عزیز و خانواده محترمشون، به همکاران هنری او، به یکایک هنرمندان آزاده و جامعه هنرمندان ایران و به خانواده بزرگ مقاومت صمیمانه تسلیت میگیم و بر تحقق آرمان بزرگ آزادی مردم زمین که آرزوی مرجان عزیز بود پای میفشاریم. درود درود درود. در ادامه در این قسمت از برنامه پیام تسلیت رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی رو با هم دیگر میبینیم. کشیدی خط باطل روی شب ها، ای که پیش باورت رنگ میبازه هر چی شاید، حال پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید، ای که پیش باورت رنگ میبازه هر چی شاید، حال پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید. خانم مریم رجوی، فقدان دریغ انگیز خانم مرجان، هنرمند مردمی و متعهد میهن من را به هموطنانمان و به خانواده بزرگ مقاومت ایران و به همسر هنرمند و ارجمندش آقای فریدون ژورک و همچنین به دخترش پوپک تسلیت گفت و افسود: سلام بر مرجان، صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم. از درگذشت نابهنگام هنرمند محبوب ایران مرجان عزیزم بسیار متأثرم. قبل از او هم معصومه عزیزم، معصومه جوشغانی، از زندانیان همان زمان پرکشید. سالهای پر درد و شکنجه و زندان مرجان در کنار زنان مقاوم و مجاهد، روح آزاده و وجدان ناآرام او را به راهی نو برای آزادی مردم و میهنش سمت داد. در سالهای تبعید در کنار مجاهدین و مقاومت ایران قرار گرفت و طی دو دهه با شور و اشتیاق و با صدای روح بخش و لطیفش صدای دختران و زنان ستم دیده میهن من شد و در میان اندوه شب با صدایش از روز خبر می داد و روشنایی. او با شورشش بر آنچه که بود و هست بر این حقیقت گواهی داد که تعهد انسان به آزادی بزرگترین سرمایه اوست و در دوران تاریک ارتجاع و اختناق هنرمند مردمی باید به این تعهد بزرگ بپیوندد. براستی زنان هنرمندی مثل مرجان و مرضیه که به مبارزه و مقاومت برخواستند، رنجهای زن ایرانی و خواست پرقدرت او برای رهایی را نمایندگی کردند. خواهر بسیار عزیزی را از دست دادم، اما می دانم که خواهران مجاهدش، به خصوص خواهران همبندش و دختران شورشگر ایرانی که برای آزادی به پا می خیزند، جای خالی او را پر خواهند کرد. به دخترش پوپک، به آقای ژورک و خانواده محترمش، به همکاران هنری او، به یکایک هنرمندان آزاده و جامعه هنرمندان ایران و به خانواده بزرگ مقاومت تسلیت میگویم. مرجان عزیزم همیشه با ماست و سرود آزادی میخواند، سرودی که قطعاً به حقیقت خواهد پیوست. صدای مرجان
قدرت انتخاب و تعهدش به آزادی و مردم ایران، نیروبخش فرزندان قیام آفرین این میهن، به ویژه دختران شورشگر است. صدایی که در فردای آزادی ایران هم حاضر و همراه و تنین انداز خواهد بود. صدای شهیدای شهر، تنین زنده ام هنوز، صدای من نمرده ام، شکستن سکوت 1209، سرود وقت براندازی و آوای میهنی میسازیم، بخشی از وجدان غنی، لطیف و تسلیم ناپذیر جامعه ایران است. از یاد نمی بریم خروش او علیه آخوندهای حاکم را که گیرم که می زنی، گیرم که می کشی، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنی، با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنی. و کلمات او خطاب به زن ایرانی از یاد نخواهد رفت که عزیزانم، کمر همت ببندید و به عنوان چاووشان این کاروان پرشتاب جلودار میدان مبارزه باشید و به همت و قدرت خودتان باور داشته باشید. سلام بر مرجان، او رستگار و جاودانه شد. در آن باقی که طوفان بلا زد، همه گلها شدند تاراج و هر پر، به نام آهن و زیتون و گندم بشکفت که از گلها همه سر. درود به خواهر مریم عزیز که به بهترین بیان بسیار زیبا و انگیزاننده مرجان عزیزمون رو توصیف کردم. در این قسمت از برنامه بخش کوتاهی از مراسمی که در اشرف سه برای مرجان عزیز برگزار شد رو با هم می‌بینیم. Thank you.
اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم، منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم. برای شادی روح مرجان و پیوستنش به صف جاودان فروغ‌ها یک دقیقه کف می‌زنیم. مرجان همچنان که خودش گفته بود میخواست که اشرفی باشه، میخواست که شورشی باشه، این چنین شد. درود درود درود. میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. رنگ ها آزادن متفاوت باشن، ساز را میگوییم به نواز از نوت ممنوع شده، به قلم میگوییم هرچه خواهی بنویس، از همه آبی ها، از دل آسی و شورشگر ما، با ترانه خانیم همه هنجره ها را که بخوانند از اوج. در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده، هیبت جرس‌های می‌دهد باز به سازندگی شهر حیات. میهنی می‌سازیم که در آن لغو شده حکم شور اعدام، میهنی می‌سازیم همه در آن آزاد پیرو چه ممنوع است، تنها واژه ممنوع است. می
پیرهنی میسازی که در آن هیچ زنی در قفس تقدیری حلقه زنجیری نیست اسیر مرد و زن یک سانند همگی انسانند مخمل نور برازنده ترین جام برای ما هست بهترین پوشش مردم آری جامعه دلخواه است با باید همه اش پر باری رود باید جاری سفره ها خالی از احساس نداری مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است نه به شلاق و شکنجه نه به جراحی گلخند و تبسم نه به سرکوبی مردم نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است میهنی میسازی که در آن هر پایان نام یک آغاز است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است که در آن وسعت خوشی به اندازه چشمان سحرخیزان است نام این میهن آزاد شده ایران است نام این میهن آزاد شده ایران است ایران است اکنون از خانم فرشته بلوچی نماینده شورای ملی مقاومت آلمان دعوت میکنی که برای سخنرانیشون حتما برای ما صحبت کنن خواهش میکنم خانم بلوچی بفرمایید سلام به مرجان عزیزم آزاد زنی که محبوب دلها بود و بر ارتجاع شورش کرد در اینجا میخواستم به برادر عزیزم فریدون جورک به پوپک عزیزم و به خانواده محترمتان از یک طرف صمیمانه تسلیت بگویم و اینکه رفتن مرجان به قلب همه ما آتش زد ولی از طرف دیگر برای داشتن چنین همسر، مادر و همرزمی تبریک بگویم امروز نه برای وداع با یک خواهر عزیزتر از جانم و نه برای وداع با یک همرزم بلکه برای گرامی داشتن یادش و راه و آرمانش اینجا جمع شده ایم چرا که مرجان با آوازهای دلنشین و زیبایش که عشق و تعهدی شورانگیز به آزادی در آن موج میزد همیشه با ماست مرجان در قلب همه دوستداران آزادی جا داشت هم قلبی داشت که دوست بدارد و هم قلبی که دوستش بدارند زندگی مرجان برای همه ما درس بزرگی دارد درس قدرت انتخاب درس آزادگی و آزاد زیستن درس وفای به عهد و پیمان و درس قیمت دادن برای رسیدن به آرمان آزادی مرجان ایستادن در مقابل جلادان در زندان را در زنجیر شدن با خواهران مجاهدش تجربه کرد و قیمت این انتخاب را تا به آخر داد او انتخاب کرد که در مقابل رژیم هیچ وقت ضعف از خود نشان ندهد و این زیباترین ترانه شورشی مرجان بود که آن را با مقاومتش سرود مرجان به سرعت جای خودش را در کنار دختران و زنان مجاهد و مبارز سر موزه پیدا کرد خود را با این همسفران جدید زنجیر کرد به آنها تکیه کرد و با یکدیگر در مقابل جلاد مستحکم شدند این آغاز یک زندگی جدید برای مرجان بود مسیری نو و مرجانی نو در جمع آن زنان آزاده سیاه چال ارتجا برایش گوارا شد آخر مرجان عزیزم
تشنه کام آزادی بود. خودش می گفت که یک بار سر نهار نشسته بودند. پاسداری آمد و یکی از زنان مجاهد را صدا کرد. سکوت حکم فرما شد. همه می دانستند که خبر چیست و قبل از همه آن زن مجاهد می دانست که برای اعدام صدایش کرده اند. ولی سرزنده گفت: چی شده؟ چرا غذا نمی خورید؟ بیایید غذای من را بخوریم. خوشحالم که در رخت خواب نمی میرم. من ایستاده می میرم. و آن شیرزن مجاهد در آخرین وداع در گوش مرجان زمزمه کرد: بعد از من تو باید جای دو نفر به جنگی و مقاومت کنی. و این شعله در دلش جای و جان گرفت. و به واقع که مرجان عزیزم چه امانتدار بزرگی بود. این شعله مقاومت را در سر تا سر مسیر زندگیش با خودش حفظ کرد و یک بار هم از دستش زمین نگذاشت. به خارج کشور نیست با این قصد مهاجرت کرد تا یک پیک و پیام رسان باشد و از وقتی که دوباره وصل شد به قول خودش دنیا را به او دادند. از آن پس فقط برای آزادی خواند. هر ترانش تیر آتشینی به قلب ارتجاع شد و هر گردهمایی و تظاهرات را صحنه افشای ارتجاع سیاهی کرد که از آن زخم‌ها بر جسم و روانش شد. چه زیبا گفت برادر عزیزم فریدون جورک که مرجان که در زیبایی و هنر چیزی کم نداشت ولی زیباترین هنرش مقاومتش بود که او را این چنین ماندگار در قلب و ضمیر همه امان گذاشت. و فروغ چه زیبا گویی از زبان مرجان سروده بود: دلم میخواست های من زیادند، بلندند، طولانیند، اما مهمترین دلم میخواست های من این است که انسان باشم، انسان بمانم و انسان محشور شوم و دوست بدارم همه زیبایی ها را. آری مرجان این گونه زیست و این گونه محشور شد. او شعله مقاومتی که از سلول های وین برگرفت فروزانتر و فروزانتر کرد و امروز به من و شما سپرده است. تا پاس بداریم آن را، تا روز دمیدن امید آزادی، تا روز خندیدن دخترکان میهنم ایران، تا روز پیروزی. آری هر روز مرجان در گوش ما با صدای لطیف حریریش شورش برای آزادی را نجوا می کند. روز براندازی شده، میهنی می سازیم. با درود به مرجان عزیزم براش دست می زنیم. تشکر میکنم اینجا از خانم بلوچی با سخنان بسیار با پر احساسشون و براستی که مرجان یک دنیا صفا و صمیمیت بود. در این قسمت از برنامه به اطلاعاتون میرسونم که دیروز 12 ژوئن 22 خرداد مراسم گرامی داشت خانم مرجان بود در دفتر شورای ملی مقاومت و شما رو به دیدن بخش کوتاهی از اون به صورت کلیپ دعوت میکنیم. توی خاک باغ خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاش با مهربونی پیش هم مثل دو دونه ما تو باغ معوا گرفتیم بارون اومد پا گرفتیم دوتایی تو خاک باغچه ریشه کردیم اینجا گرفتیم تو نیستی تو خونه یه غم نسد
دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب هم شد از دیدی بی تو کبیری بی شما، ای که به رنجم رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم. با تو به هر غم سنگ صبورم، بی تو شکسته تاج غرورم، با تو یه چشمه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری بی شام، دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ای که به شب ها صبح سفیدی بی تو کبیری بی شام، ای که به رنجم رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم. با من کاش که می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها صبح سفیدی بی تو کبیری بی شام، ای که به رنجم رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مراسم در دفتر شورای ملی مقاومت در برلین که جای ما هم حتما خالی بوده، اینجا در این قسمت از خانم افسانه گرشاسبی خواهش میکنم که پیام اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان رو که در برگیرنده همه انجمنها هواداران مجاهدین در آلمان هست رو برای ما بخونن. خانم گرشاسبی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. با سلام حضور شما و یاران مقاومت. به یاد مرجان آتش افروز، هنرمند شورشی و مانا در تاریخ هنر مقاومت ایران و جهان، پژواک خروش و پرشور همار شورشی، هنرمند دوست داشتنی مردم ایران، زنده یاد مرجان عزیز، با ضمیری صاف و سیمایی پر از مهر و محبت و شخصیتی فروتن، برای همیشه در گوشهای من تنین انداز است که می گفت منم می خوام اشرفی باشم. عاشقا را صدا بزن، وقت براندازی شده. به واقع مرجان نیز جا
جز عاشقانی بود که برای براندازی حاکمیت سیاه ارتجا و آخوندهای زنستیز و هنرکش همواره صدا زده شده بود. اون هنوز 32 ساله بود که عشق به آزادی و وطن او را به هواداری از مجاهدین کشاند. در زندان اوین و در جمع زنان مجاهدین خلق پیوندی ناگسستنی با مجاهدین پیدا کرد و در این مسیر پرشکوه همه چیزش را بی پیرایه وقت آزادی کرد. زندگی مرفه، بدور از دردهای مردم، ثروت و شهرتهای زودگذر و فریبنده، سکوت و حتی زندان و شکنجه و اعدام، همه اینها بدور از یک هنرمند مردمی است. به همین دلیل مرجان به همه اینها شورید و به گواهی شاهدان حتی در زندان به جلاد اوین لاجوردی نیز شجاعانه نگفته و از انتخابش برای هواداری از مجاهدین دفاع کرد. تاریخ ایران و جهان قضاوت خود را در مورد هنرمندان مقاوم و متعهد و هنرمندان خادم به دیکتاتوری و فاشیسم به روشنی انجام داده است. صفی از برجسته ترین هنرمندان، شاعران و نویسندگان میهنمان از کریمپور شیرازی تا خسرو گل سرخی و تا غلام حسین ساعدی، همچنین مرضیه هزار دستان، عماد رام، منوچهر سخایی، آندرانیک و اینک مرجان، هنر خود را با مردم و مقاومت ایران در برابر دیکتاتوری ها گره زده و مانا و جاودان شدند و به اسطوره هایی برای مردم و الگوهایی برای نسل جوان تبدیل شدند. خادمان دربار پدر و پسر و نوه پهلوی یا مستندسازان آستانبوس آخونهای هرزه نیز به دلیل خیانت به خلق و میهن برای همیشه مورد لعن و نفرین بوده و خواهند بود. در عرصه جهانی نیز بسیاری از هنرمندان و نویسندگان متعهد به فاشیسم نگفتند. از جمله بازیگر سینما مالین دیتریش در مقابل توطئه خریدش توسط هیتلر شورید و هیتلر او را خائن به وطن نامید و او ترک وطن کرد و تا ابد محبوب مردمش شد. برتول برشت و همسر همرزم وفادارش هلنا وایگل در مقابل هیتلر، گوبلز و گورینگ برشوریدند و توسط هیتلر خلع تابعیت شدند. ولی به عنوان عاشقان انسانیت، دوستار و یار و ستم دیدگان و محرومان شهرت جهانی پیدا کردند. برشت در شعر زیبایش به نام آلت دستان مصرف شده در مورد خائنان چنین میگوید: خائنان کسانی هستند که دیکتاتور آنها را میخرد و هر چه که به آنها دیکته میشود در عوض پولی که میگیرند نشخوار میکنند. تعدادی دیگری برای حفظ حیات خائنانه خود بی جیره و مواجب نوکر دیکتاتور میشوند که تنها خود و اموال ناچیزشان را حفظ کنند. پرواز نابهنگام مرجان هرچند بسیار دردناک است، اما او تابلوی زیبا از عشق به آزادی و خلق و میهنش را ترسیم نمود و الگویی برای هنرمند مردمی به ویژه نسل جوان گردید. به یقین او همراه با هر جوان آتش افروز و هر کانون شورشی در قیام آخرین حضور خواهد داشت. اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان، جوان 2020، خرداد 99. از شما متشکرم. تشکر میکنم از افسانه عزیز و پیام بسیار عالی و پرمعناشون. در این قسمت خوشحالم به اطلاعاتون برسونم که یکی از همکارای خانم مرجان، یعنی خانم رام فلور عزیز،
الان برای ما میخوان از خودشون، از خاطرات زیبایی که با مرجان عزیز داشتن صحبت کنن، دقایقی برامون صحبت کنن و خوشحال میشیم. خواهش میکنم خانم رام بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، چون به من اطلاع دادن صدا ممکنه نباشه، فقط بگویید که صدای من میرسه یا خیر. بله بله، صدای نازنین شما قشنگ میرسه. خیلی ممنونم ازتون. من اول صحبتام باید بگم که امروز روز بسیار غمگینی رو داشتم و غمگنانه در سوگ مرجان عزیزم نشستم و میدونم که امروز مراسم تشییعش هستش و ای کاش که من هم و ما هم میتونستیم در مراسم اون شرکت بکنیم و ادای احترام بکنیم. من مجدداً اجازه میخوام که خدمت رهبر عالی قدر مقاومت ایران آقای مسعود رجبی، خدمت خانم مریم رجبی پرچمدار سمبل آزادگی مردم ایران و زنان، خدمت همه مجاهدان راه خلق که چند نفریشون هم در زندان هم بند خانم مرجان عزیز بودن، و خدمت همه آزادی خواهان، همه مردم ایران، همه آنها که دلشون برای آزادی ایران میتپه، به پوپک عزیزم، دختر خانم مرجان و آقای فریدون ژورک عزیز تسلیت بگم و بگم منو در غم خودشون، در سوگ خودشون شریک بدونن. صحبت‌های زیبایی این چند روزه در مورد خانم مرجان گفته شد. اون چیزی که خود من رو خیلی دگرگون کرد و تا به این حد نمیدونستم که در زندان چه گذشت، صحبت هایی بود که خواهران مجاهدمون در بزرگداشت ایشون گفتند و من در جریان اونا قرار گرفتم و واقعا خوشا به حال خانم مرجان که اگر ما جامعه هنری ایران در خارج از کشور حدود 30 ساله که همراه مجاهدین خلق هستیم، همراه مقاومت هستیم، ایشون از خیلی پیشتر با دختران جوان، با نوزادان مجاهد خلق در زندان بودن و نباید شک کرد که این تواضع خانم مرجان، این فروتنیشون، این مهربانیشون، این از خودگذشتگیشون و این پیوستنشون بلافاصله در خارج از کشور به مقاومت ایران از کجا سرچشمه میگیره. و هر صدای زیبای ایشون برای همیشه در ذهن ما باقی خواهد موند. تونالیت صدای بسیار زیبا، بسیار گرم و تاثیرگذارشون. و اگر من چون گفتن زمان کم هست، من خیلی دوست داشتم مفصل از خاطراتمون با ایشون بگم، ولی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه بازگو بکنم که اوایل انقلاب که خمینی با کلمه هیچ وارد ایران شد و امام جان بر اون آمد که در مقابل اون بیسته، چون میدونست که با کلمه هیچی که خمینی گفته هیچ احساسی به مردم ایران نداره، شروع کرد به تهیه یک اون موقع نوارهای کاسفی که درش سخن، ترانه و آهنگهای زیبایی بود که همه در مورد وطن عزیزمون ایران و آزادی مردممون بود و دور از استبداد. اینه که طبیعتاً هیچ هنرمندی نمیخواست در این نوارها شرکت بکنه، در این آثاری رو که امام جان به وجود می آورد شرکت بکنه. اولین آهنگش رو امام جان به نام ایران ایران در شبانه شماره 1 بیرون داد و در شبانه شماره 2 با اینکه خانم مرجان زیر ضرب بود اون موقع، وقتی امام جان با آقای ژورک و خانم مرجان تماس گرفت و از اونا خواست که شرکت بکنن در این کارهایی که امام جان علیه خمینی، علیه دیکتاتوری مذهبی که میدونست بر ایران غالب خواهد شد، با خصوصیاتی که از خمینی تو اون مدت شناخته بود، به هر شرکتی داشته باشن و آقای ژورک در خارج از کشور و من گفتش که به محض اینکه امام جان به من تلفن کرد و از من خواست که مرجان این آهنگ رو بخونه و من
با مرجان تماس گرفتم و از اون خواستم بلافاصله قبول کرد، میدونست که اما جان داره چه کار میکنه. به هر حال آهنگ بسیار زیبایی به نام شکسته رو ایشون اجرا کردن و اون چیزی رو که من باید بگم که از امروز صبح همراه من هستش اینه که وقتی اما جان این من خودم مدیریت اون تنین صدا رو اون شرکتی رو که داشتیم به عهده داشتم و اما جان گفت، اما جان همیشه صدای خانم مرجان رو خیلی دوست داشت، میگفت صدای لطیف و بم و گیراب و غمگنانه ای داره و خیلی دوست داشت صدای خانم مرجان رو، خب بارها به خودشون گفته بود و وقتی دید که انقدر زیبا این اثر تهیه شده خواست که برای پشت جلدی اون نوارهای کاست یک تصویری رو بذاره که همخوانی داشته باشه. بنابراین از یک نقاش معروف ایرانی اون زمان در ایران خواهش کرد که یک نقاشی رو اصلا مخصوص شبانه دو طراحی بکنه که آقای جورک اگر صحبت‌های من رو میشنون حتما به یاد میارن که تصویری بود از آسمان آبی ایران که با یک سری کبوترهای سپیدی که به سمت کهکشان اوج گرفته بودن میرفتن که به کهکشان برسن نشون داده میشد. بسیار تصویر زیبایی بود و اون نوار هم بسیار مورد اقبال قرار گرفت و آهنگ بسیار زیبایی ایشون که من هرگز فراموش نمی کنم. و بعد از اون که ما به خارج از کشور پیوستیم طبیعتاً روزی که خانم مرجان رو من دیدم به من گفت خانم رام از کجا تا به کجا، و واقعیت این بود که غیر از این هم توقع نمی رفت که کسی که هنرمندی که رسالت هنری خودش رو به بهترین نحوی انجام داده جاش غیر از مقاومت در جای دیگری نیست. در واقع با سابقه‌ای که من از خانم مرجان می دونستم ایشون باید بودن که به ما می گفتن، به ما یاد می دادن. ولی بسیار پرارزش بود روزهایی رو که من با ایشون گذروندم، هر دفعه در کنوانسیون‌ها، در مراسمی که بود، تظاهراتی که بود شرکت می‌کردن، کنار هم می‌نشستیم، صحبت از مقاومت بود، صحبت از مجاهدین بود، صحبت از خود بخصوص خود خانم رجبی بود که واقعاً دارن برای مردم، برای آزادی مردم ایران و برای زنان ایران چه رسالت عظیمی رو به دوش می‌کشن. به هر حال خانم مرجان به عقیده من صدای زیبایی دارن، داشتن و دارن، هنوز با ما هستن. این صدا آثار بسیار زیبایی چه در ایران چه در مقاومت اجرا کردن که به عقیده من زیباترین هنر ایشان هنر زندگی بود که ایشون داشتن، یعنی تأثیری رو که زندگی ایشون برای همیشه در ذهن همه ایرانیان آزادی خواهی به جا گذاشته و این زیباترین اثری هستش که وقتی من ایشون اجرا کردم و به بهترین نحوی و پرمحتواترین نحوی. و من اینجا فقط باید بگم که من دوست دارم که هنرمندان ایران بدونن که رسالتی رو که به دوش دارن بسیار سنگین هستش. اونها باید صدای مردمشون باشن، باید در کنار مردمشون باشن و صدای مردم در رنج ایران رو به صدای به گوش جهانیان برسونن. آخرین کلامم این هست که آقای فریدون جورک عزیز، همونطور که در اون تصویر زیبای شبانه دو که صدای خانم مرجان رو همیشه ما به خاطر خواهیم سپرد، در اون اثر، در اون نوار خانم مرجان امروز مانند همون کبوتران سفید به آسمان، به کهکشان رفت. و من دوست دارم که شما منو در غم خودتون، در سوگ خودتون شریک بدونید. با امید آزادی ایران. با تشکر از خانم رام عزیز و واقعا درود به شما، با درود به روح عزیز و گرانقدر اماد جان، مرجان عزیز، منوچهر عزیز و همه هنرمندایی که عمر و زندگیشون رو با مقاومت گره زدن و رستگار شدن. خیلی ممنون.
قسمت بعدی برنامه از آقای بهرام مودت دعوت میکنیم که ایشون از قهرمانان ملی و مفاخر ایران ایرانی هستن که برای ما یادآور پیروزی‌های بزرگ برای در تیم ملی ایران برای ایران بودن. آقای بهرام مودت، خواهش میکنم سخنرانی خود رو شروع کنیم. با تشکر. من درود میفرستم به جورک عزیز، به پوپک عزیز و به تک تک اعضای خانواده بزرگ مقاومت و به ملت ایران و به خصوص به دختران که آهنگ‌های زنده یاد مرجان رو همیشه زمزمه می‌کنن. در این مدت کوتاه در یک هفته واقعا این سوال همیشه مطرحه برای خود من که زنده یاد مرجان رو با چه واژه‌هایی میتونیم تعریف کنیم، این زن آوازخوان شورشی رو واقعا با چه زبان و قلمی قادر هستیم چهرش رو اونجوری که بود و اونجوری که بعد ما در تبعید شناختیم و حالا با پروازش که ماندگار شد و جاودان شد رو بتونیم ترسیم کنیم. مرجان مثل خیلی از انسان‌های بزرگ در تاریخ هنر و تاریخ مبارزاتی ایران زمین و به خصوص به عنوان یک زن، اون هم تحت این حاکمیت، حاکمیتی به غایت ارتجایی و به تمام معنا زن ستیز، واقعا که دارای ویژگی هایی بوده که برای درک و شناختش هنوز که هنوزه ما نیاز به زمان بیشتری داریم، ولی تنین صدای پیامش البته که در محدوده بود مکان و زمان حبس نمیشه، بلکه به صورت پیجواکی همچون کبوتران آزادی بر آسمان ایران زمین پروازی همیشگی خواهد داشت. زن شجاع و جسوری که با شجاعت و جسارتش، اون هم در قالب صدایی اگر چه لطیف و دلنشین، اما اتفاقا فریادی شد برای دختران و زنان ستم دیده و انگیزه‌ای شد برای دختران برانداز شورشی و از طرفی تیری به قلب ارتجاع و خامنه‌ای زن ستیز. جدا از عبور مرجان از چهره ستاره سینمایی و خوانندگی نسل جوان قبل از انقلاب و تجربه زندان مخوف و شکنجه و زندگی با دختران جوان مجاهد و مبارز در بند زندان همراه با زندگی در تبعید با پختگی و با یک بینش بالاتری، واقعا خروشی نو رو آغاز کرد و آینده روشن و نوینی رو با بهترین اجراهای ماندنیش و انقلابی به ملت ایران و به خصوص دختران آینده رو نوید داد. حالا به تصور من و یقیناً زنده یاد مرجان همطور که شاهد رویش ناگزیر جوانه و جوجه های نشسته در آشیانه می باشد، فریادیست جاودانه همونطور که به درستی در آهنگی زیبا و انقلابی صدای ملت ایران شده آواز داد. مپندارید که بر بادم که من تاریخم و یادم، چنان با درد این مردم عجینم من، که پنداری که فریادم فریادم. سلامی دارم دوباره بر مرجان. با تشکر از آقای مودت. متشکرم، مرسی، خیلی ممنون. متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت همگی شما عزیزان که در یک چنین گرد همایی شرکت کردیم و یک چنین کهکشانی رو تشکیل دادیم. ممنونم. ترانه رو براتون اجرا میکنم از ساخته های هنرمندان کمپ لیبرتی، این رزمگاه به نام بی بهونه. با هم گوش بدید.
واسه چی دستامونو تو دست خورشید نداریم؟ چادر مشکی شهر رو از درش بر نداریم؟ چرا وقتی که بهاریم پا و اون پا میکنه، هر چی شک رو بی بهونه از دلش در نیاریم؟ شب رو نکن بهونه، دلت یه کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. شب رو نکن بهونه، دلت یه کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. قفص رو بشکن ببر از ذهن زمین، پر بده به پرنده ها فقط همین. پروانه شو هم پای شعله ها برد، قدرت عشق تو فدا شدن ببین، قدرت عشق تو فدا شدن ببین. شب رو نکن بهونه، دلت که کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. شب رو نکن بهونه، دلت که کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. تو که خرج عاشقا نشه، غزل غزل ترین ترانه ها صدا نشه. اگه عمرت قد یک فواره سر به هواست، چرا یک پل به ضیافت ستاره ها نشه؟ شب رو نکن بهونه، دلت یه کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. شب رو نکن بهونه، دلت یه کهکشونه، پا تو بیرون بذار از گلیم این زمونه. بی بهونه. مرسی، ممنون که واقعا بی بهونه، بی هیچ عذر و بهانه‌ای به یک چنین کهکشان با عظمتی تشریف آوردید. شبتون بخیر، به امید پیروزی ملت ایران. من اسمش فرشته بود، دانشجوی سال آخر پزشکی بود که محکوم به اعدام بود. روزی که نشسته بودیم و همه داشتیم غذامونم آشرشته بود، نشسته بودیم داشتیم غذا میخوردیم، سر غذا صداش کردم. همه فهمیدن، خودشم فهمید برای چی دارن صداش میکنن. بچه ها همه دست از غذا کشیدن، ولی اون با شهامت و با شجاعت گفت یعنی چه؟ بخوریم، به غذاتون ادامه بدیم، غذاتون رو بخوریم. همه ما رفتنی هستیم، منتها خوشحالم از این که تو رخت خواب نمیرم، ایستاده میمیرم. بعد بچه ها بدرقش کردن، منو در آغوش گرفت و بوسید، گفت من که میرم ولی تو به جای من دو برابر باید مقاوم باشی. هیچ وقت یادم نمیره اون چهره زیباشو و اون حالتی که داشت میرفت، آزار میداد اون کسایی رو که داشتن میبردنش، واقعا آزار میداد. یه دختر 14 ساله‌ای بود که اینو محکوم به اعدامش کرده بودن، خودش هم هیچی نمیدونست. روزی که رفت حکمشو گرفت بهش گفتن اعدامی، فرداش یا پس فرداش اونو اعدامش کردن. ولی وقتی که میخواستن اینا از بند ببرن، فقط 14 سالش بود، بچه بود، واقعا گریه میکرد و بعد میگفت من مامانمو میخوام. پیش از آن که واپس این نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی،
در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که می توانم باشم، که می خواهم باشم. دمای اومدنه اومدنه اون که با شادی قصه رو خط میزنه، بهار ما میگن همین امروز و فردا میرسه، نقره میپاشه آسمون، چشم ستاره روشنه، چشم راه باشی، کوچه ها رو آب بپاشی، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهار. در این قسمت از خانم ملیحه ملک محمدی خواهش میکنیم که پیام انجمنهای زنان آلمان رو برای ما بخونن. خانم ملک محمدی خواهش میکنم، بفرمایید. با تشکر از شما، با درود و سلام به همه هممیهنان عزیز و گرامیم و با عرض تسلیت فراوان به هنرمند گرانقدر جناب آقای ژورک، به مقاومت ایران، به جامعه هنرمندان متعهد. من به نمایندگی از طرف انجمنهای زنان در ایالتهای آلمان بسیار خوشنودم که امروز با شما سخن میگم. امروز سخن از مرجانه، این هنرمند متعهد و آزاده که نام او برای همیشه در تاریخ هنر ما جاودانه میمانه. راستی رمز ماندگاری نام مرجان در چیست؟ در یک کلام، در تعهد او به آروان رهایی و آزادی مردممان از چنگال ظلم و ستم و استبداد آخوندی است.
او در سخت‌ترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ کشورمون بر ظلم، شوری و نه تنها لباس عافیت طلبی و راحت طلبی به تن نکرد و هنر خود رو نفروخت، بلکه به جهت وجدان آزاده و بیداری که داشت در جبهه مردم قرار گرفت و این آرمان رهایی و گمشده‌اش رو در سازمان مجاهدین خلق را و اون رو برای مبارزش برگزید و برای این انتخاب متعهدانه‌اش و هواداری از سازمان مجاهدین بهای بسیار سنگین زندان و شکنجه رو نیز به جان خرید. این است که او رو از هنرمندان بی‌تعهدی که متاسفانه در برابر این همه ظلم و ستم لب به سخن نگشودن و سکوت پیشه کردن متمایز می سازه. مرجان نامیه که همیشه در ذهن و ضمیر ما باقی می مانه و ترانه های برانگیزاننده و شورانگیز و آزادی خواهانش همچون رویش جوانه، بهار ناگزیر و غیره نام او رو در تاریخ در کنار هنرمندان دوره مشروطیت همچون عارف قزوینی با ترانه همیشه بیاد ماندنیش از خون جوانان وطن لال دمیده و همچنین میرزاده عشقی ملک و شعرای بهار قرار میده آن سیاهی و تباهی راه آزادگی و مردمی بگردن. بله، اپنداری که من بادم تاریخ همون بادم. درود بر مرجان به روزی که زاده شد، به روزی که هنرش را در خدمت خلق قهرمان به کار گرفت و در جبهه مردم ایستاد و به روزی که با عشق به مردم و میهنش جاودانه شد. متشکرم. با تشکر از خانم ملیحه ملک محمدی و سخنان زیباتون در این قسمت از برنامه شاعر مقاومت، آقای رحمان کریمی عزیز در حضور ما هستند. ایشون بعد از شنیدن خبر شوکه کننده واقعا فوت خانم مرجان یه شعری سرودن، شعر بسیار زیبا، که الان از آقای کریمی خواهش میکنیم که این شعر رو برای ما بخونن. با تشکر پیشا پیش آقای کریمی، خواهش کنم بفرمایید. متشکرم. حقیقت امر این که ما، من و فرشته قبلن تسلیت خودمون رو در سایت همبستگی ملی اعلام کردیم. همینقدر میخوام بگم که خبر برای همه ما غیر مترقبه و تکان دهنده بود. من بی اراده واقعا رفتم گوشه اتاقی، قلم و کاغذ برداشتم و آنچه الان در خدمت شما میخوانم اون رهایش کردم. از این برنامه کنونی مطلع شدم، دیدم بد نیست مزاحمتون بشین. در وصف اون هنرمند بزرگوار، اون انسان والا، اون انسانی که به ندرت من در مقاومت سرفراز ایران در این سالها دیدم، امیدوارم جاهای دیگه هم باشه. عنوان شعر نامیران. ای مرگ، ای مرگ، باز به نشانه ها خطا رفتی. حقا که هستی همچون ولی فقیه ناکسان، با داس بلند درو بردوش به گلشن احرار می روید.
پیری شکسته چون مرا وامی نهی از بحر سید نازنین ترین مرجان به دریا می روی مست وامی گذاری و برای سرقت به گنجینه های طلا می روی ای مرگ هرزگرد ولی فقیه آدم کشان از تو سبقت گرفته است اما بدان و بداند آن استاد نابکار مرگ کینجا شمایان کور خوانده اید چون برگزیدگان شورشی ما با مرگ تولد دوباره می‌یابند به جاودانگی متشکرم با تشکر از آقای کریمی عزیز خیلی ممنون بسیار زیبا بود در این قسمت از آقای رضا محمدی زندانی سیاسی دعوت میکنیم که صحبتهای خودشون رو شروع کنن سلام دارم خدمت دوستان و یاران مقاومت و عرض تسلیت دوباره به واسطه پوت خانم مرجان و خسته نباشید به برگزار کنندگان این برنامه بسیار عالی درباره مرجان چی میشود گفت تنها صداست که میماند مرجان اما فراتر از صدا ماندگار شد من مرجان وجدان بیدار هنرمندی متحد بود تعهد به آزادی رفع ظلم و تبعیض و به دنیای زیبا و پاک که میتوان و باید آن را ساخت دو انتخاب برای مرجان وجود داشت شهرت بی دغدغه و نان هنر و صدای زیبا خوردن و یا ساده زیستن و از جیب پرداختن و فاتح دلهای عاشقان میهن شدن انتخابش نیکو بود مرجان شکنجه شد و حبس کشید تا دیگر بار متولد شود روز تولد هم نفس شدن با خواهران مجاهدش محل تولد شکنجهگاه و زندان اوین ثبت در احوال ضمیر صاف دفترخانه تاریخ مقاومت خونین مردمی به شماره 16 تیر 1361 نقش‌های بسیاری را در دوران بازیگریش ایفا کرد اما قوی‌ترین و زیبنده‌ترین نقش که همان آوازخوان مردم پاکش بود را در کنار مریم رهایی علیه حکومت زنستیز و فرهنگکش آخوندی ایفا کرد که الحق نقش آفرین شد. هنر مرجان شورشگری بود و جاودانه شدن که افتخار و اعتبار هنر مردمی بود. بودنش تیری در قلب رژیم آخوندی و رفتنش موجب استیصال آن. خلیفه ارتجاع برای کینه کشی از مریم دست به جعل روزنامه و جعل خبر زد. تلاش عوض کرد که وی را به خواننده لس آنجلسی تقلیل دهد. تمام قلم به دستان و هرزه نویسان و جیرخاران به اصطلاح هنرمند اطلاعاتی خود را به صحنه آورد تا که حمایت و همبستگی هنرمندان مردمی با مرجان را انکار کند. اما خوب میدونه که از بی‌اعتبار کردن نام و صدای مرجان پرفی نخواهد بست چرا که مرجان نه یک نام
که زیبایی شکوه حقیقت مقاومت است. جایگاه هنر مردمی در کنار مقاومت خونین در اوج آنچنان سد سدیدی است که رژیم را یارای عبور از آن نیست. با تسلیت به برادر مسعود، خواهر مریم، آقای فریدون جورک، خانواده خانم مرجان و تمامی یاران و دوستان مقاومت، نام و یاد مرجان همیشه سبز. آقای رضا محمدی، یک دنیا ممنون. بسیار سخنانتون زیبا و پرمعنا بود. ممنون. شهیدای شهر آتش و خشم و خون، مساف سحر با سپاه جنون، سلاحی که از گنج بیرون میاد، صدای مسلسل شب سرنگون. مجاهد نمیذار یاد شما فراموش و خاموش و کمرنگ شه. هنوز خونتون رو تن کوچه هاست، باید شهر آماده جنگ شه. تکرار اسم شما زیر لب، رسیدن به خورشید آسون شده. به گلای پر پر فراد ایران سوگن، به نگاه آخر تمام یاران سوگن، که بیاری قطر آزادی را تو هوای شب. شهیدای شهر، شهیدای شهر، شهیدای شهر. شهیدای شهر حتی از جسمتون میترسن شیاطین آدم نما، آخه خوشه خشم و عصیان میشن تو سوی شما غصه ها و غما. جوونا پای خون پاک شما به هم قول دادن قیامت کنن، اگه خیر معنیش تن دادنه اونا قول دادن شرارت کنن. شکوفا شدین باز اثبات شد که پاییز حرفاش پوشالیه. به گلای پر پر فراد ایران سوگن، به نگاه آخر تمام یاران سوگن، که میاری قطر آزادی رو تو هوای شب. در این قسمت از برنامه از دورنای عزیز خواهش میکنیم که پیام جوانان آلمان را برای ما بخونند. دورنا پهلوان، خواهش میکنم. دورنا جان، خواهش میکنم. سلام، من دورنا هستم، دانشجوی سال دوم رشته حقوق در آلمان. پرواز خانم مرجان، هنرمند شورشی ایران رو بعد از 40 سال فعالیت هنری و سیاسی با آقای جورک و دوست بسیار عزیزم پوپک تسلیت میگم. مطمئن باشید که اون الان جای دوری نرفته. همینجاست. با من و دوستام اون تو دل همه جوانهای ایران رفته و بازم براشون آواز میکنه. من یک پیانیست هستم. خانم مرجان و صدا و ترانه‌هاشو خیلی دوست داشتم. ولی پروازش به این دلیل برای من و بقیه سخت بود که اون فقط یک هنرمندی نبود. اون هنرمندی بود که همه چیزشو برای مردم
و مقاومت گذشته بود. زندان رفته بود، در زندان مقاومت کرده بود و در مقابل جلاد از مجاهدین دفاع کرده بود. این درسته که خانم مرجان 72 سال داشت، اما ترانه‌هاش اونقدر زنده و جوان بود که تو دل همه جوان‌های ایران می‌نشست. او مثل یک معلم برای ما جوان‌ها بود. اون از من و همه جوان‌ها می‌خواست که در مقابل آخوندا و ظلمشون به مردم سکوت نکنیم. اون می‌خوند و می‌گفت وقت براندازی شده. مرجان به من و همه جوان‌ها در ترانه‌هاش یاد داد که مثل او همیشه بگیم منم می‌خوام اشرفی باشم. درود بر مرجان آتش افروز و شورشی. با تشکر از دونه عزیز. ستاره ها سر بذارن روشونش، اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه، آفتابو رها کنم از قفس شبونش، مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار تلوی آفتاب و رو ابر و ابشون میکنم، واسه کلاش گفتن و دوباره آسون میکنم، نمیدارم دست خزون قنچه ها رو بر بزنه، باید بنفش زیر یخ شونه بشه گر بزنه، مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر، مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله، مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله، باید از رنج قفص رهاش این قبیله، دلشو بسپره به خورشیدی که اصیله، مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اصیل از بهار ناگزیر، تلوی آفتاب و رو ابر و ابشون میکنم، واسه کلاش گفتن و دوباره آسون میکنم، نمیدارم دست خزون قنچه ها رو بر بزنه، باید بنفش زیر یخ شونه بشه گر بزنه، مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر، مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. خیلی ممنونم، مرسی مرسی. خانم بلوشه خواهش کنم صحبتش رو شروع کنم. دوستان عزیز، با تشکر از همگیتون برای شرکت تو این برنامه به یاد ماندنی، واقعا که مرجان ما رو امروز برد به سلول زندان‌ها در کنار خواهران و برادران عزیزمون که 40 سال هنوز هم دارند شکنجه میشند ولی مقاومت میکنند و زیباییش همینجاست. ما رو برد به صحنه‌های شور، صحنه‌های مقاومت و صحنه‌های آزادی، و چقدر زیبا الان خوند که مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم. پارسال مرجان با ما بود توی براندنبورگ، همتون بودید، و امسال ما هممون
بسا جنگنده تر از پارسال، بسا پرشورتر، بسا پر امیدتر و بسا عاشقتر در رابطه با آزادی. 80 میلیون منتظر ما هستند و ما باید با برپایه کهکشان پرشور در جمعه 17 ژوئیه یاد مرجان و مرجانها و همه زندانیان مقاوم که همین الان با امید فرارسیدن آزادی لحظه هاشون رو میگذرونند، خیلی واقع این کهکشان رو برپا کنیم و حتما که با دعوت همه یاران، همه انسانهایی که قلبشون برای آزادی میتپه، اون رو محقق خواهیم کرد. باز هم از حضور همه شما برای شرکت در این برنامه تشکر میکنم. با تشکر از خانم بلورچی، منم اینجا به سهم خودم تشکر میکنم. توی اون روزای پاییزی و سرد، پشت میله های زندون زیر هشت، اسمتون مثل ترانه امید از دل دیوار سنگی میگذشت. رمز سر بلند رفتن روی دار، راز فاتح شدن یک بر هزار، اینه اسمی که باهاش هر میگیرم، توی گوش دنیا میزنم هوا. منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم. منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم. گذشته از پل تنهاتون مسافر فردا، اشرفی از تو میخونم که دلم میتپه، با لحظه های رزم تو تن نمیدم به سکوت دره ها، تکیه میکنم به کوه عزم تو. منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم. منم میخوام اشرفی باشم، همراه ستاره هاشم، همراه ستاره هاشم.